بسم الله الرحمن الرحیم. دومین سری از سوالات شبیه ساز امتحان نهایی هندسه سر با همدی تجزیه تحلیل میکنیم. این سوال از سری سوالات شبیه ساز امتحان نهایی استان خراسان رضوی است که توسط خانم جلایل نجات طراحی شده است. سوال یک، درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. الف، سوال یک چهار تا گزاره گفته، ما میخواییم اینا را یکی یکی درستی نادرستیش رو بررسی بکنیم. میگه اگر آ ماتریس دو در دو باشه، آی ماتریس دو در دو، آ آی جی دو در دو، همه عضوهای آ را در یک کا ضرب کردیم، کا آ. دترمینان هم میگه در کا ضرب میشه، دترمینان کا آ. بچه یادتون باشه اگر همه درایای ماتریس رو در یه عدد کای ضرب بکنیم، دترمینانش کا به توان تعداد سطرها میشه، چون ماتریس مربعی تعداد سطر یا تعداد ستون فرق نمیکنه. پس اینجا تعداد سطرمون کا دو آیه. پس گزاره یک گزاره نادرستیه، الف نادرست. ب، اگه صفحه پ بر محور یک سطح مخروطی عمود باشد و از رأس آن عبور نکند، شکل حاصل یک دایره هست. دقیقا همین درسته، این صفحه مخروطیمون باشه، این محورمون باشه، این هم که مولدمونه، این ال محور، این دی مولد. اگه عمود بر محور باشه، شکلی که به وجود میاد یک دایره هست. پس به درسته. پ، ضرب خارجی دو بردار خاصیت جابجایی ندارد. بچه دقت کنید، یو ضرب در وی مساوی میشه منفی وی ضرب در یو، پس خاصیت جابجایی نداره. پس پ هم درسته. ت، برای سه بردار آ و و سه همواره است تساوی، آ ضرب در بی مساوی آ ضرب در سی. میخوایم ببینیم که میشه نتیجه گرفت بی مساوی سی. بچه ها نه تو ضرب داخلی نه تو ضرب خارجی خاصیت حذفی نداریم. از این ما میتونیم بنویسیم آ ضرب در بی منهای سی مساوی صفر، یعنی آ موازی بی منهای سی هست. آ موازی بی منهای سی باشه این اتفاق میفته، اما این نتیجه گیری درستی نیست. پس ت گزاره نادرسته. سوال دو، جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل بکنید. الف، حاصل این دترمینان سینوس آلفا، کوسینوس آلفا، کوسینوس آلفا، منفی سینوس آلفا. بچه یادمون باشه دترمینان آ ب س د این قطر آ د منهای ب س بود. پس این برابر میشه با منفی سینوس دوی آلفا منهای کوسینوس دوی آلفا. از منفیش که فاکتور بگیریم میشه سینوس دوی آلفا به اضافه کوسینوس دوی آلفا مساوی منفی یک. پس حاصل این برابر است با منفی یک. الف، جای خالی باید بذاریم منفی یک. ب، اگر در بیضی خروج از مرکز آن برابر صفر باشد، بیضی تبدیل به یک دایره می شود. بچه دقت کنید، خروج از مرکز سی آمومه، سی آم فاصله دو تا کانون ها، بعد که دو تا کانون ها فاصلهشون صفر بشه، این دو تا کانون ها رو هم میافتند و مجموع فاصلهاش مقدار ثابتی باشه، یعنی فاصله از این دو تا نقطه باید مقدار ثابتی باشه، یعنی این تعریف
دایره. اگر سی مساوی صفر باشه آنگاه بیزی تبدیل میشه به دایره. پس تو قسمت به جای خالی باید بنویسیم بیزی تبدیل به یک دایره میشود. سوال 3. به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید. در چه صورتی ضرب دو ماتریس آ ضرب در ب قابل تعریف است؟ میخوایم ببینیم کی قابل تعریف است. آ ضرب در ب یه ماتریس M در N باشه. ب یه ماتریس N در P میشه که نتیجهش میشه یه ماتریس M در P. پس موقع ماتریس آ ضرب در ب قابل تعریف است که تعداد ستون‌های آ برابر تعداد سطرهای بی باشد. قسمت الف. قسمت ب. مکان هندسی همه دارایی به شعاع ثابت آر پریم که بر دایره سی به مرکز او به شعاع آر در این صفحه مماس خارجی هستند. دقت بکن بچه، این دایره سی به مرکز او به شعاع آر. دنبال دایره میگردیم که شعاعش آپریم باشه، برای مماس خارج باشه. دنبال چنین دایره میگردیم. این او. چون مماس خارج میخواد باشه، او آپریم باید برابر آر به اضافه آرپریم باشه. آر ثابت، آرپریم ثابت، چمشون ثابت، او ثابت. پس آپریم روی دایرهی به مرکز او به شعاع آر به اضافه آر پریم قرار دارد. سوال 4. اگر آ مساوی ماتریس آ 3 5 آی به اضافه 2 باشد، مقدار را طوری به دست بیاورید که ماتریس آی به اضافه 2 آی وارون پذیر نباشد. سوال 4مون یه ماتریس آ داده، آ 3 5 آی به اضافه 2. دنبال آی میگردیم که این ماتریس وارون پذیر نباشه. برای اینکه بفهمیم ماتریس وارون پذیر است یا وارون پذیر نیست، اگر دترمینان مساوی صفر باشه وارون پذیر نیست، اگر دترمینان مخالف صفر باشه وارون پذیر است. یعنی اگر دترمینان B مخالف صفر باشه بی وارون پذیره، اگر دترمینان بی مساوی صفر باشه بی وارون پذیر نیست. پس کافیه ما اینو حساب بکنیم و دترمینانش رو به دست بیاریم. آ به اضافه دو آی، آ که این ماتریس آ 3 5 آی به اضافه 2. 2 آی 2 زر آی 1 0 0 1. حالا بچه ها 2 تو تک به تک درایه ضرب میشه، جمع هم که درایه به درایه است. پس این میشه آی به اضافه 2 3 5 آی به اضافه 4. دترمینان رو میخوایم حساب بکنیم، این ضرب داریم منها این ضرب داریم. پس دترمینان آی به اضافه 2 آی مساوی میشه با آی به اضافه 2 ضرب داره آی به اضافه 4 منهای 15. مشترک غیر آ 2 به اضافه 6 آ به اضافه 8 منهای 7 میشه دیگه. حالا این مساوی صفر باشه، آ 2 به اضافه 6 آ منهای 7 مساوی صفر.
آ به اضافه 7 در آ منهای 1 مساوی 0. آ مساوی منفی 7، آ مساوی 1. سوال 5. دستگاه x به اضافه 3y مساوی 5 منفی 2x منهای 6y مساوی 1 چند جواب دارد؟ x به اضافه 3y مساوی 5 منفی 2x منهای 6y مساوی 1. بچه دقت بکنید، این معادله یک خط، این هم معادله یک خطه. الان اینو در منفی 2 ضرب بکنم میشه منفی 2x منهای 6y مساوی منهای 10، منفی 2x منهای 6y مساوی 1. این دو تا خط موازی همند و هیچ نقطه اشتراکی هم ندارند. چرا هیچ نقطه اشتراکی ندارند؟ به خاطر اینکه اینا رو با هم در نظر بگیریم، این از یه طرف برابره منفی ده، از این امکان پذیر نیست، پس دستگاه جواب ندارد. یه مدل دیگه هم میتونستیم این سوال رو جواب بدیم. اگر آ پریم مساوی بی بی پریم باشه، مخالف سی سی پریم باشه، دستگاه جواب ندارد. اینجا 1 به روی منفی 2 مساوی 3 به روی منفی 6 مخالف 5 به روی 1. پس این دستگاه جواب نداره. سوال 6. معادله خط مماس بر دایره x2 به اضافه y2 منهای 2x منهای 2y مساوی 3 در نقطه آب مختصات 2 و 3 روی دایره را بنویسید. سوال 6. دایره x2 به اضافه y2 منهای 2x منهای 2y مساوی 3. این دایره مونه. مرکزش رو فعلا نمیدونم، باید حساب بکنم. یه نقطه اینجا آب گفته به مختصات 2 و 3. x رو 2 بزنیم، y رو 3 بدیم، اینجا 3 میکنه. 4 به اضافه 9 منهای 4 منهای 6 مساوی 3 هست. 3 میکنه. 4 با 4 میره 3 میکنه. پس نقطه روی دایره هست. درسته. معادله خط مماسش رو خواسته. بچه معادله این خط مماس خواسته. معادله خط بخوایم بنویسیم نقطه لازم داریم و شیب. معادله خط ملزوماتش نقطه شیب. نقطه را داریم، این هست. شیب به شعاع عمود میشه. این خط L L عمود هست بر OA. پس شیب OA را باید پیدا بکنم. برای اینکه شیب او آر رو پیدا بکنم مرکز رو نیاز دارم. معادله مرکز رو مختصات مرکز رو بخوام به دست بیارم، اینو باید مربع کامل بکنم. x2 منهای 2x y2 منهای 2y مساوی 3. یه به اضافه 1 اینجا بذارم، یه به اضافه 1 اینجا، یعنی 2 اضافه کردم. پس میشه x منهای 1 به توان 2 y منهای 1 به توان 2 مساوی 5. مرکزمون میشه 1 و 1. شیب او آرا میتونم به دست بیارم. تفاوت ایگرک ها 3 منهای 1 به روی 2 منهای 1 میشه 2 1 کم 2 میشه. شیب خط ال معکوس قرینه شیب او آ میشه، میشه منهای 1 دوم. شیب معلوم، نقطه معلوم، پس میشه ایگرک منهای 3 مساوی میشه منهای 1 دوم در x منهای 2. یا بچه همینطوری تمامش بکنید، یا اینکه سادهش بکنید، در یه 2 ضرب بکنم میشه 2y منهای 6 مساوی منفی x به اضافه 2. 2y به اضافه x مساوی
8. سوال 7. در یک بیضی اندازه قطر بزرگ برابر 8 و فاصله کانونی برابر 6 است، اندازه قطر کوچک بیضی را به دست بیارید. بچه دقت کنید، سوال 7. توی بیضی قطر کوچک 2b. قطر بزرگ 2a. فاصله کانونی 2c. بین A و B و C این رابطه داشتیم. A2 B2 به اضافه C2. الان تو مسئله ما گفته قطر بزرگ برابر 8. یعنی 2A برابر 8. A میشه 4. 2C برابر 6. C میشه 3. مسئله 2B را خواسته. پس تو این رابطه قرار میدیم 4 به توان 2 16 مساوی B2 به اضافه 9. B2 میشه 7. B میشه رادیکال 7. قطر کوچیک 2B میشه 2 رادیکال 7. سوال 8. در بیضی زیر طول قطر بزرگ 2 برابر طول قطر کوچیک است، اندازه زاویه FBF' چند درجه است؟ سوال 8. یه بیضی داریم، گفته که آ آ پریم 2 برابر بی بی پریم هست. قطر بزرگ قطر کوچک. یعنی چی؟ یعنی 2A 2 برابر 2B هست. پس آ میشه 2B. بچه ها دقت کنید، این آه، این بیه، این هم سی هست. مسئله ما این زاویه رو خواست. بی بی پریم این ورم که آه. پس تو مثلث قائم الزاویه، اینجا هم که 90 درجه است، تو مثلث متساوی ساقین، مثلث متساوی ساقین اف بی اف پریم بی بی پریم هم عمود منصف نیم ساز میانه و ارتفاع است. پس ما اگر این زاویه بی یک رو حساب بکنیم، دو برابر بکنیم، زاویه مطلوب مسئله به دست بیاریم. حالا مثلث او اف بی، زاویه او 90 درجه هست، بی 1/2 آست، یک زل نصف وتر هست. پس زاویه روبروی آن 30 درجه هست. یعنی F1 30 درجه هست. F1 30 درجه. پس B1 60 درجه میشه. پس زاویه F پریم BF 120 درجه میشه. سوال 9. مقتصد کانون و همچنین معادله سهمی به رأس 4 و 6 و خط هادی x مساوی 9 را بنویسید. این محورهای مقتصد 4 و 6، اینجا 4 باشه، اینجا 6 باشه، این رأسمون هست.
خط هادیمون هم x مساوی 9. این سهمی چون خط هادی را قطع نمی کنه پس چنین حالتیه. مقتضیات رأس آلفا و بتا باشه، این فاصله تا کانونش و این فاصله پیه، اینجا پیه تا کانونش هم پیه. درست؟ معادله سهمی که میخواستیم بنویسیم بچه ها بنویسیم x منهای آلفا y منهای بتا. اگر خط هادی عمودی بود سهمیمون افقی میشد، سهمی افقی y توان دو میگرفت، کنار x 4π قرار میگرفت، π هم این فاصله هست. الان از نقطه 4 تا 9 5، پیمون 5 هست. اما دقت کنید چون برخلاف محور x نگاه میکنه π باید منفی باشه، پس π منفی 5، این فاصله 5، π منفی 5 میشه. پس معادلمون میشه این y منهای 6 به توان 2 منهای 20 در x منهای 4. این معادله سهمی هست. مختصات کانون از رأس به اندازه پی بیام این ورتر، به اندازه 5 بیام این ورتر، ایگرگش که تغییر نمی کنه، پس اف ایگرگش همون 6 است. از 4 5 واحد برگردیم عقب، 4 منهای 5 میشه منفی 1. اینم مختصات کانون. سوال 10. سهمی ایگرگ دو منهای 8 ایکس منهای 8 مساوی 0 مفروض است. با یافتن مختصات رأس کانون و خط تادی و همچنین محل برخورد سهمی با محورهای مختصات نمودار آن را رسم کنید. ایگرگ دو منهای 8 ایکس منهای 8 مساوی 0. برای اینکه مختصات رأس و کانون خط هادی را پیدا بکنیم اینو مربع ها یه طرف بقیه یه طرف، پس ایگرگ دو مساوی میشه 8 در ایکس به اضافه 1. این 4 پیه، 4 پی مساوی 8، پی میشه 2. ایگرگ توان 2 دارد، سهمی افقی، رأس سهمی منفی 1 و 0. دقت بکنید این رأس سهمی هست، سهمی افقی هست، به طرف مثبت محور x هم نگاه میکنه، یه چنین حالتی. حالا محور y ها رو کجا قطع میکنه؟ محور y ها یعنی x و 0 قرار بدیم، محل تلاقی با محور y ها x و 0 قرار بدیم. y دو مساوی 8 میشه، y میشه رادیکال 8 منفی رادیکال 8، اینجا میشه رادیکال 8 که میشه دو رادیکال 2، اینجا میشه منفی دو رادیکال 2، اینجا هم که منفی 1. درست؟ حالا کانون رو میخواییم از رأس به اندازه پی بریم داخل سهمی، به کانون میرسیم، پیمون 2 هست، از منفی 1 2 واحد بریم اینجا 1 میشه، پس کانونمون میشه 1 و 0. این کانون. خط هادی به اندازه پی برگردیم عقب، خط این منفی 1 منفی 2 منفی 3، پس x مساوی منفی 3 خط هادی میشه. نمودارم که رسم کردیم، اینم نمودار میشه. سوال 11. فرض کنید مسیر فرود هواپیمایی خط فرود در جهت بردار L حداکثر نیروی قابل کنترل در لحظه فرود با اندازه این بردار برابر باشد.
همچنین باد نیروی در جهت بردار دبلیو به هواپیما وارد می کند. در وضعیت زیر خلبان هواپیما را در هنگام ورود در جهت کدام بردار های دادشته می تواند قرار دهد تا یک فرود ایمن داشته باشد و چرا؟ بچه دقت بکنید، این ال خط فرودمونه، دبلیو هم بادمون هست. در این راستا به این اندازه باشه فرود ایمنه، در خلاف این باشه فرود ایمن نیست. تو الف این دبلیو مونه، این اله. اینم هواپیما در خلبان، فرض کنید هواپیما رو تو این جهت قرار داده، درسته؟ برایند این دوتا رو در نظر بگیریم، برایند این دوتا میشه این، برایند این دوتا باد و جهتی که خلبان هواپیما رو در اون جهت قرار داده میشه این. این در راستای خط فرود نیست، پس از باند خارج میشه، این ایمن نیست، زیرا برایند نیروی باد و نیروی وارد شده از طرف خلبان در راستای خط فرود نیست. الف ب این دبلیو، این ال، این نیروی تو این راستا. برایند این دوتا رو حساب بکنیم، برایند این دوتا اینه، باز در راستای خط فرود نیست، این فرودم این ایمن نیست، زیرا همون دلایلی که اینجا برایند نیروی باد و نیروی خلبان در راستای خط فرود نیست. سومی رو دقت بکنید، جیم. برایندش این شده، در راستای خط فرود شده، ایمن هست، زیرا برایند در راستای خط فرود و اندازه برایند کمتر از ال است. سوال 12، دو بردار آ به مختصات دو آی منهای جی به اضافه دو کا و بیم مساوی آی منهای جی را در نظر. مطلوب است الف طول بردار آ به آر آی منهای بی. سوال 12، آ اینه، دو آی منهای جی به اضافه دو کا، ب هم اینه، آی منهای جی. آ میشه مختصاتی بنویسیم دو منفی یک دو، ضریب آی، ضریب جی، ضریب کا. به هم میشه یک منفی یک صفر. الف طول بردار آ را خواسته، طول بردار آ میشه رادیکال این بتواند دو چهار به اضافه این بتواند یک به اضافه این بتواند چهار که رادیکال نو میشه سه.
ب آر آ منهای ب یعنی منفی دو آ منهای ب چه منفی دو در دو و منفی یک و دو منهای یک منفی یک صفر عدد در بردار ضرب بشه در تک بدک مؤلفه‌اش ضرب میشه میشه منفی چهار مثبت دو منفی چهار منهای یک منفی یک صفر دو تا بردار تفاضل انجام بدیم مؤلفه به مؤلفه منهای چهار منهای یک میشه منهای پنج دو منهای منهای یک میشه سه منفی چهار منهای صفر میشه منفی چهار سوال 13 مقدار M را طوری به دست بیاورید که زاویه بین دو بردار A به مختصات M و منفی 1 و 2 B به مختصات 1 و منفی 1 و 0 برابر 45 درجه باشد A به مختصات M منفی 1 و 2 B به مختصات 1 منفی یک صفر میخواییم زاویه بین A و B 45 درجه باشه کوسینوس زاویه بین A و B میشه A ضرب در B تقسیم بر طول A طول B الان گفته این 45 درجه کوسینوس 45 درجه رادیکال دو دوم مساویه ضرب داخل اینا میشه M به اضافه یک به روی دو ضرب این صفر میشه طول A رادیکال M2 به اضافه 1 به اضافه 4 طول B رادیکال 1 به اضافه 1 به اضافه 0 پس رادیکال 2 دوم مساوی میشه با M به اضافه 1 به روی رادیکال M2 به اضافه 5 ضرب در رادیکال 2 درسته این معادله رو میخوایم حل بکنیم اول این رادیکال دو بیاد تو این ضرب بشه میشه دو دوم یک مساوی میشه با M به اضافه یک بروی رادیکال M2 به اضافه پنج این معادله تبدیل میشه با رادیکال M2 به اضافه پنج مساوی M به اضافه یک به توان دو برسونیم M2 به اضافه پنج مساوی M2 به اضافه دو M به اضافه یک M2 با M2 میره دو M مساوی چهار M مساوی 2 سوال 14 الف دو بردار A و B را طوری رسم بکنید که A ضرب داخلی با B بشه منهای طول A طول B B ثابت بکن دو بردار غیر صفر A و B با هم موازی هستن اگر و فقط اگر A ضرب در B مساوی صفر باشه ضرب خارجی سوال 14 میخواییم دوتا بردار رسم کنیم که A ضرب در B بشه منفی طول A طول B بچه ها دقت بکنید A ضرب در B طول A طول B کوسینوس تتا است پس اگه با این مقایسه بکنیم یعنی کوسینوس تتا اونی که ما دنبالش میگردیم باید منفی یک باشه یعنی تتا 180 درجه باشه پس کافیه بردار A این باشه بردار B 180 درجه باهاش زاویه داشته باشه این میشه قسمت الف قسمت ب میگه اگر A و B موازی باشند A موازی B باشه میخواییم ثابت کنیم A ضرب در B میشه بردار صفر بچه دقت بکنید طول A ضرب در B میشه طول A طول B سینوس تتا زاویه تتا زاویه بین A و B وقتی که دوتا بردار موازی باشن زاویه بینشون یا صفره یا 180 چه صفر باشه؟ تتا مساوی صفر یا 180 چون A موازی B چه صفر باشه؟ چه 180 باشه؟ سینوس صفر و 180 میشه صفر پس در نتیجه طول A ضرب در B میشه صفر برداری که طولش صفر باشه بردار صفره پس A ضرب در B میشه بردار صفر
این قسمت به یه قسمتش. حالا قسمت به ادامه داره. برعکسش اگر آ ضرب در ب مساوی صفر باشه، میخواییم ثابت بکنیم که آ موازی ب هست. چون آ ضرب در ب مساوی صفره، پس طول آ ضرب در ب هم مساوی صفر میشه. پس طول آ طول ب سینوس تتا مساوی صفر میشه. بردار آ و ب غیر صفرن، طول آ مخالف صفره و طول ب مخالف صفره، پس نتیجه میگیریم سینوس تتا باید صفر باشه. سینوس تتا صفر باشه یعنی تتا صفر یا 180 درجه هست، یعنی که آ موازی ب هست. این سوال 14. سوال 15. بردارهای آ به مختصات 2 و 1 و 4 و ب به مختصات 0 و 1 و 3 و سی به مختصات منفی 2 و 4 و 3 مفروضند. الف تصویر قائم بردار آی به اضافه به روی امتداد بردار سی تعیین بکنید. ب حجم متوازی سطوح تولید شده توسط سه بردار آ بی سی را محاسبه بکنید. پ آیا سه بردار آ و بی و سی در یک صفحه قرار دارند؟ چرا؟ سوال 15. آ گفته 2 1 4، بی را گفته 0 1 3 و سی گفته -2 4. تصویر آی به اضافه ب، پس آی به اضافه ب را حساب بکنیم. 2 2 7. تصویر آی به اسم اینو یو بذاریم، تصویر یو روی سی، یو پریم میشه یو ضرب در سی تقسیم بر طول سی به توان 2 ضرب در بردار سی. اینو باید حساب بکنیم. یو ضرب در سی 2 ضرب در 2 -2، 2 ضرب در 4 8، 3 ضرب در 7 میشه 21 تقسیم بر طول سی. طول سی رو حساب بکنیم. رادیکال 4 به اضافه 16 به اضافه 9. درسته؟ میشه 20 به اضافه رادیکال 29 به توان 2 میشه 29. ضرب در بردار سی -2 4 3. یو فریم میشه این میشه 4 25، 29 هم در -2 4 3. قسمت الف. قسمت ب، حجم متوازی سطوح ساخته شده توسط این را باید حساب بکنیم. آ ضرب داره بی ضرب خارجش با سی، این عدد را باید حساب بکنیم. اول بی ضرب داره سی را حساب بکنیم. بردار بی ضرب در سی صفر یک سه -2 4 3 -2 4 3. این ضرب داریم منهای این ضرب داریم، 3 منهای 12 میشه -9. این ضرب داریم منهای این ضرب داریم، -6 منهای 0 میشه -6. این ضرب داریم منهای این ضرب داریم میشه 2. این بی ضرب داره سی. آ ضرب داخلش با بی ضرب داره سی، آ اینه، آ ضرب داخلش بی ضرب داره سی میشه -18 منهای 6 به اضافه 8 میشه -16. اینجا قدر مطلق رو باید حساب بکنیم، میشه 16. پس حجم متوازی سطوحمون میشه 16. قسمت پ گفته آیا سه بردار آ و ب در یک صفحه قرار دارن؟ خیر. چرا؟ چون حجم متوازی سطوح تولید شده با این سه بردار صفر نشده هست. حجم متوازی سطوح
تولید شده توسط سه بردار صفر نشده است، یعنی در یک صفحه قرار ندارند، یعنی در یک صفحه قرار ندارند.